همراه هستیم با حسین رابی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی از کردستان عراق. خوش آمدید آقای رابی. در حالی که حزب الله لبنان گفته ضارب سلمان رشدی رو نمیشناسه، اما هواداران حزب الله به تجلیل از هادی مطر پرداختن و دیگرانی که این ترور رو محکوم میکنن رو تهدید میکنن، این مواضع حزب الله چه نسبتی با جامعه لبنان داره؟ ببینید، این ترور 100% سیاسیه. درست حالا بر مبنای فتوای قدیمی آیا خمینی ساجه شده، ولی کسی برای آیا خمینی فعلا تره خورد نمیکنه. این تروری که در نیویورک انجام شد کاملا مرتبط به روابط فعلی پیچیده ایران و امریکاست و دنبال بعضی از ترورهای قبلیش که علیه مقامات پیشین ایالات متحده انجام شد اومده، ولی اینو انجام دادن. چرا انجام دادن و چرا لبنانی رو به کار بردن، همش در راستای سیناریوست. به نظر من سیناریو اینه که مقامات فعلی ایالات متحده رو از اقدام جدی علیه ایران بترسونه. مقامات فعلی چرا؟ چون در ترورهای قبلی، در تعداد قبلیش، مقامات ترامپ رو تهدید کرد که اونا رو میکشه و این مقامات هم روزی بالاخره از قدرت کنار میرن و وقتی که بخوان اقدامی علیه ایران بکنن یه خورده فکر کنن. یعنی این دقیقا ترسوندن مقامات فعلی ایالات متحده است از طریق دستی که نشه اثبات کرد 100% که این ایرانه. این ترور کار ایرانه و هدف ترسوندن مقامات فعلی ایالات متحده است و از طرف دیگه اینو با حزب الله انجام داده. چون بیشتر میگه کن یه سایه شک میخواد درست کنه، یه ابهام میخواد درست کنه. همه میدونیم حزب الله بخشی از ایرانه، بخشی از سپاه پاسداران ایرانه، حزب الله دردونه ایرانه و حزب الله ایران کار خاصی انجام نمیده، یه هیچ کاری انجام نده تا حالا. با حزب الله انجام میده، مسئولیت رو قبول نمیکنه، میگه حزب میگه لبنانیه، ولی در عین حال هم به شیوه‌ای که شده که نمیشه اثبات کرد که این عضو حزب الله است. اینجوری مثلا نشون میدن که این یه آدم شیعه متعصبه که اومده سر خود فتوای آقای خمینی رو بعد 30 سال عملی کرده. اینجوری میخوان نشون بدن، اما این نیست. به نظر من این برمیگرده به اون روابط پیچیده فعلا، بخصوص در این زمان که گفتگوهای امریکا و ایران به مرحله بسیار حساسی رسیده، برای ترسوندن مقامات فعلی ایالات متحده است که اگر بخواید اقدامی علیه ایران بکنید، روزی که در قدرت نباشید، ما میتونیم شما رو در داخل امریکا بکشیم. در حال حاضر بفرمایید آقای رابی که وضعیت روزنامه‌نگاران و کسانی که با حزب الله و موازش و وابستگی این گروه به جمهوری اسلامی مخالف هستند و علنا ابراز عقیده میکنند، در این زمینه چگونه است؟ ببینید، شما اگر اون جبهه سیاسی سال 1980 یا 1960 ایران که موقعی که این فتوا صادر شد و به یاد بیارید، میبینید ترس و رعب و وحشت بسیاری فرمارا بود. کسی جرئت نمیکرد که این فتوای آقای خمینی رو نقد کنه. ولی امروزه میبینیم بسیاری از دینداران، چه شیعه چه سنی، این اقدام رو دارن تقبیح میکنن، اقدام ترور آقای رشدی رو، و میدونن این ربطی به دین نداره، ربطی به اون کتاب نداره. این دقیقا به کار بردن اون مسئله است، اون مسئله حالا هرچی هست که جای خود میشه بحث کرد، برای یه هدف سیاسی و در راسته یه هدف سیاسی، در راسته منافع جمهوری اسلامی. این موضوع بله، شما اگه بله امروزه میبینیم که این جبه ترس شکسته شده و مردم دارن حرف میزنن و نقد میکنن، حتی خود فتوا رو نقد میکنن از دیدگاه دین، از دیدگاه دینی، در کجا؟ در جامعه اسلامی، در عراق، در ایران، در ترکیه، در جاهای دیگه. و موقعی که این جبه ترس و رعب شکسته شد، دیگه اتوماتیکی ترور و این تروریسم اسلامی روبه ضعف و روبه ابهام میده. سپاسگزارم، فرصت بیشتری نداریم. ممنونم از شما. حسین رابی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی از کردستان عراق با ما.